همکارم ادریس جویا که برای پوشش انتخابات به یونان رفته از آتن با ماست. ادریس، چه حزب یا احزابی شانس بیشتری برای تشکیل حکومت در اونجا رو دارند؟ مرزی حزب حاکم نیو دموکراسی که در انتخابات دور پیشین یعنی در ماه گذشته آرای قابل چشمگیری رو داشته بود، نزدیک به 41%، شانس بیشتری رو داره. یکی از شعارهای انتخاباتی این حزب کنترل و مدیریت مهاجرین هست و سیاست‌های سختگیرانه نسبت به مهاجرین، و یکی از شعارهای انتخاباتیشون هم در واقع این بود که اگر بودجه در واقع تأمین نکنن برای دیوارکشی بین مرزهای یونان و ترکیه، تلاش میکنن که از بودجه ملی رو در نظر داشته باشن. این در حالی است که حزب سیریزا که منتقد این حکومت هست و با سیاست‌های معطوف به مهاجرین نظر متفاوتی داره و بسیار نقد کرده بود این دولت رو، همچنان یک رقیب جدی برای حزب انده محسوب میشه. و همچنان حزب پاسو که با 13% از آرا در دور پیشین هم یکی از رقبای جدی در این بین هستند. این در حالی است که کارشناسان بر این باور هستند که این دوره از انتخابات پارلمانی یونان 5 حزب یا 7 حزبی بشه و هر حزبی که 3% از آرای مردم رو بتونن کسب بکنن میتونن که به پارلمان این کشور در واقع راه پیدا بکنن. علاوه بر اون، بر اساس منابع محلی یونان، یکی از احزاب انتقاد کرده که اسمش در لیست مراکز رایدهی حتی در حوزه‌های انتخاباتی آتن به چشم نمیخوره، که طرفدارانش رو به یک نحوی خواستن که آروم باشن، ولی همچنان این موضوع پیگیری میشه. این در حالی است که وضعیتی که در واقع یونان داره از نسبت به سال 2019 تا به حال متفاوت تر شده و دولت تلاش کرده که بر اساس یک روش‌های مدرن و در واقع سیستم اقتصادی و بانکداری نوین این کشور رو سرپا نگه داره. با توجه به وضعیتی که دو حزب حاکم داره، رسوایی هایی هم گریبانگیر این حزب هست که اتهامات جاسوسی مطرح شده. اما وقتی من با شماری از رای دهندگان صحبت میکردم، میگفتم ما خسته از این هستیم که در واقع در سال 2 بار یا 3 بار بریم به پای صندوق های رای، و بنابراین تلاش میکنیم که یکی از موضوعات جدی که فعلا برای این کشور مهاجرین هست و مهاجرین محسوب میشه، بر اساس این بتونن که در واقع استحکام و امنیت کشورشون رو تامین بکنن. این در حالی است که حزب کمونیست و حزب راه حل مردمی یونان هم احتمال این که به این دوره راه پیدا بکنن زیاد هستش. ممنونم ادریس، همکارم ادریس جویا از یونان با ما.